دختری دور از چشم پدر و مادر، مردی سر دختر رو کلا بذاره، خودش کلمه عقد رو بخونه، دست رو قرآن بذاره و قرآن رو شاهد بگیره، آیا عقد جاری شده چنین چیزی؟ به هیچ وجه این عقد نیست، این کلا گذاشتن سر مردمه، این عقد نیست. عقد شرعی این هست که اولا باید پدر دختر یا ولی دختر، هر کی هست، پدرش، پدر بزرگش، برادر بزرگترش، هر کسی که ولی و مسئول این دختر هست باید اولا حضور داشته باشه، راضی باشه. دوما دو تا شاهد معروف و مشهور میخواد و یعنی شناخته شده باشه. نبری دو نفر رو بیاری کسی ندونه از کجا آوردی، دو تا بری تو بازار پول بدی به دو نفر بیاری اونا رو شاهد کنی. نه، این فقط شکل صوری شاهد رو اجرا میکنه. هدف از این قضیه چیه اساسا؟ حکمت از این چی هست؟ حکمت از این هست که همه بدونند، همه بدونند، گواه باشند که این دختر و پسر با هم دیگه ازدواج کردن، زن و شوهر قانونی و شرعیشون هستند. و اگر تا به این شیوه، اولا کسی پشت سرشون حرف نزنه، فرزندی اگر از این ازدواج متولد شد وضعیتش مشخص باشه و بقیه حقوق و واجباتی که بر عهده دو نفر وجود داره. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود لا نکاح الا بولی و شاهده عدل، هیچ نکاحی قبول نیست مگر با حضور ولی و دو تا شاهد عدل. شاهد عدل دو تا شاهد باشن که انسانهایی باشن. عدل وقتی گفته میشه منظور از عدالت و چیز نیست، اون عدالتی که در اصطلاح قانونی وجود داره یا مردم تصور میکنه حاکم باید عادل باشه، منظور اون عدل یعنی انسانی باشه که بدنام نباشه، انسانی باشه با مروت باشه، انسانی باشه ازش ثابت نشده باشه که اهل فسق و فجوره. منظور از عدل این هست. پس عقد نکاح بدون و حضور ولی و دو تا شاهد باطله، عقد نکاح نیست و هر چی بر اون مترتب بشه همش باطله. و این شخصی که اومده قرآن رو آورده دست بذاریم به قرآن و قرآن رو شاهد بگیریم، این فقط فریب دادن این دختر رو فریب داده به اسم دین و به اسم خدا و به اسم قرآن این کلاهبرداری رو کرده. به هیچ وجه چنین چیزی قابل قبول نیست. میشه در یک صورت میشه از شاهد گذشت، شاهد حضور نداشته باشه در زمانی که اعلان بشه، یعنی همه مردم بدونن، یعنی همه مردم رو دعوت کنید و جلو مردم، اما پدر باید حضور داشته باشه، با حضور پدر و اون وقت اون همه مردم میشن شاهد، یعنی دیگه دوتا نیستن بلکه همه مردم هن. هدف از این شهود گرفتن و حضور پدر این است که در اینجا حق کسی ضایع نشه، حق دختر مخصوصا ضایع نشه. و این بهش نمیگن عقد نکاح، از لحاظ شرعی باطله و جایز نیست.